سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی نهایت خوش اومدید. امیدوارم ویدیو تدریس رابطه بین شیب خط و تانژانت آلفا رو تماشا کرده باشید. تو این ویدیو قرار یه سوال بی نهایت حرفه‌ای و قشنگ از اون قسمت حل کنیم، پس لطفاً اگر این ویدیو رو تماشا نکردید برید ویدیو مربوط به تدریس شیب خط و تانژانت رو به دست حساب تماشا کنید، بعد برگردید اینجا که ما میگه سوالش رو حل کنیم. سوال چی گفته؟ گفته معادله خطی که با خط y برابر با رادیکال 3 x به علاوه 4 زاویه 30 درجه میسازه و از نقطه منهای 1 و 1 عبور میکنه رو بنویسیم. پس من میخوام معادله خط بنویسم که زاویه‌ای که با این رادیکال 3 x به علاوه 4 میسازه باشه 30 درجه و در ضمن از نقطه منهای 1 و 1 هم عبور کنه. اولین کاری که باید انجام بدم اینه که ببینم y برابر با رادیکال 6 به علاوه 1 چه زاویه‌ای داره، اصلا شیبه این برابر با چند میشه. تو میدونی که وقتی یه معادله رو در حالت خطی استاندارد به شما بده، ضریب x در حقیقت شیبه خطتون هست. پس یه معادله در حالت استاندارد ضریب x همیشه میشه شیبه خط. پس تانژانت تتا برابر با رادیکال 3، چون شیبه خط من برابر با رادیکال 3 بوده. در ضمن میدونیم که شیبه خط برابر بود با تانژانت تتا، توی ویدیو قبلی کامل صحبت کردم در این رابطه. حالا که تانژانت برابر است با رادیکال 3، تانژانت چه زاویه‌ای برابر میشد با رادیکال 3؟ باریکلا تتا من هست 60 درجه. خب پس این 60 درجه سالان، یعنی این خط با افق زاویه 60 درجه میسازه. گفته خط جدید شما با این 60 درجه 30 درجه اختلاف داره. خب دوست من 30 درجه اختلاف یعنی 30 درجه بیشتر یا 30 درجه کمتر؟ طرف تو که نگفتی اینو به من. پس من باید هر دو تا وضعیت رو حساب کنم، یعنی هم 30 درجه بیشتر رو واسش حساب کنم و هم 30 درجه کمتر رو حساب کنم. اگر بیام 30 درجه بیشتر رو حساب کنم، 60 درجه بوده، 30 درجه میخواد اختلاف داشته باشه، یعنی 30 تا بیشتر باشه، پس تتای من برابر خواهد بود با 90 درجه. اگر کمتر رو حساب کنم، 60 درجه بوده، این 30 تا ازش کمتره، تتای من برابر خواهد بود با 30 درجه. اگر تتا برابر باشه با 90 درجه، یعنی به روایت زیباتر تانژانت تتا که می شود تانژانت 90 درجه تعریف نشده باشه، اون وقت معادله خط فرمولش می شود x مساوی x صفر. همیشه وقتی شما شیب خطتون بشه بی نهایت یا شیب خطتون تعریف نشده باشه، توی نهم هم داشتین، وقتی دلتای y به روی دلتای x مخرج صفر بشه، اون وقت فرمول معادله خط x برابر با x صفر میشد. اینجا هم وقتی شما 90 درجه داشته باشین که تانژانت 90 درجه بشود تعریف نشده، پس معادله خط میشه x مساوی x صفر. مقدار x صفر رو خود طراح گفته منهای 1، پس x برابر منهای 1 میشه معادله خط اگه باشه 90 درجه. حالا اگر که 30 درجه باشه چی؟ اول برم تانژانتش رو حساب کنم. تانژانت تتا یعنی تانژانت 30 درجه میشود رادیکال 3 سوم. معادله خط واسش بنویسم y منهای y صفر برابر است با m در x منهای x صفر. پس y منهای 1 من برابر خواهد بود با رادیکال 3 سوم در x به علاوه 1. تمام شد. به همین راحتی. یه بار دیگه یه خطی رو من داده، گفته شما یه خطی جدیدی بساز که با این زاویه 30 درجه بسازه. اول من باید برم شیبه خط رو به دست بیارم و زاویهش رو با جهت مثبت محور x به دست بیارم، چون بوده رادیکال 3 در حقیقت ضریب x رادیکال 3 یعنی شیبه خط، پس تانژانت بوده رادیکال 3. تانژانت برابر با رادیکال 3 تتا میشه 60 درجه. من میخوام با این 60 درجه 30 درجه اختلاف داشته باشم. میتونه 30 تا بیشتر باشه، 30 تا کمتر. 30 تا بیشتر 90، 30 تا کمتر 30. اگه تانژانت برابر با 90 بشه معادله خط همیشه فرمولش میشه x برابر x صفر. اینو بنویس واسه خودت. تانژانت تتا برابر با 90 درجه، تتا برابر با 90 درجه که تانژانت تتا تعریف نشده باشه، معادله خط همیشه x برابر x صفر میشه. و اما اگر 30 درجه باشه، تانژانت 30 درجه میشود رادیکال 3 سوم. یه نقطه هم که خود طراح بهمون گفته بود، خیلی راحت جایگزین کردیم تو فرمول y منهای y صفر برابر است با m در x منهای x صفر تا به اون جوابی که می‌خوایم برسیم. بی نهایت از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.